الا ای مادر امین و خستم، الا ای مادر پهلو شکستم، مرو ای مادر، مرو جبرئیل آمده و ناهگر از خزانه یاست، گشت ماتم زده و خون جگر از خزانه یاست، رنج بی مادری زینب و عشق حسن میدهد بر همه عالم خبر از خزانه یا الا ای مادر امین و خسته، الا ای مادر پهلو شکستم، مرو ای مادر، مرو ای مادر، مرو ای مادر، مرو بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. سلام بر رسول خدا و درود بر خاندان پاکش و سلام بر شما پیروان و محبین رسول خدا و خاندان. شهر مدینه نخستین باری است که میزبان میهمانانی چنین غریب است، میهمانانی که ظاهرشان به بومیان مدینه نمیخورد، گویا آنها از مسیحیان نجرانند. پیامبر شما این گونه مهمان نوازی میکنند؟ پیامبر در مهربانی و مهمان نوازی شهره آفاق است. پیامبر اکرم نامه ای برای مسیحیان نجران فرستاده بودند و آنها را به دین مبین اسلام دعوت کرده بودند. حال مسیحیان به دیدن پیامبر آمده بودند ولی با رفتار سرد حضرت روبرو شده بودند. از این رو با یکی از صحابه به دیدار مولا علی علیه السلام رفتند و شرح واقعه دادند. حضرت علی علیه السلام به جواهرات و زینت‌های آنها اشاره فرمودند و گفتند ای ابو حارثه، پیامبر خدا با تجملات و تشریفات میانه‌ای ندارند. اگر می‌خواهید مورد توجه و استقبال پیامبر قرار بگیرید، باید این تلاجات و جواهرات و تجملات را فرو بگذارید و با هیئتی ساده به حضور ایشان برسید. آری، مگر نه این است که پیامبر ما نیز حضرت مسیح در نهایت سادگی میزیست و پیروانش را نیز به رعایت سادگی دعوت میکرد؟ مسیحیان نجران طبق سفارش حضرت علی علیه السلام تزیینات و جواهرات را از خود جدا کردند، بار دیگر سمت مسجد و به دیدار پیامبر روانه شدند. چندی پیش نامه‌ای از شما به دست ما رسید.
آمدیم تا از نزدیک با شما گفتگو کنیم. آنچه من از شما خواستم پذیرش اسلام است و پرستش خدای یگانه. اگر منظور از پذیرش اسلام ایمان به خداست، ما قبلا به خدا ایمان آورده ایم و به احکام او عمل می کنیم. پذیرش اسلام علائمی دارد که با آنچه شما معتقدید و انجام می دهید سازگاری ندارد. شما برای خدا فرزند قائلید و مسیح را خدا می دانید. مسیح به این دلیل فرزند خداست که مادر او مریم بدون اینکه با کسی ازدواج کرده باشد او را به دنیا آورد. به همین دلیل اوست که باید خدای جهان باشد. پیامبر اکرم که کلامی جز وحی الهی را بر زبان نمی آورد، این بار نیز جواب مسیحیان را این گونه داد. وضع حضرت عیسی در پیشگاه خداوند همانند حضرت آدم است که او را به قدرت خود از خاک آفرید. اگر نداشتن پدر دلالت بر خدایی کند، حضرت آدم که نه پدر داشت و نه مادر بیشتر شایسته مقام خدایی است. ما قانع نشدیم. تنها رایی که برای حل این اختلاف باقی میماند این است که با هم مباهله کنیم، یعنی ما و شما نشسته دست به دعا برداریم و از خداوند بخواهیم که هر کس خلاف میگوید به عذاب خداوند گرفتار شود. هر کس پس از روشن شدن حقیقت با تو به انکار و مجادله برخیزد، او را به مباهله دعوت کن. بگو بیایید شما فرزندانتان را بیاورید و ما هم فرزندانمان. شما زنانتان را بیاورید و ما هم زنانمان. شما جانهایتان را بیاورید و ما هم جانمان را میآوریم. سپس به درگاه خدا تضرع میکنیم و لعنت او را برای دروغگو طلب میکنیم. زمان مباهله صبح روز بعد جایی بیرون از شهر مدینه تعیین شد. صبح است. 60 نفر از دانشمندان مسیحی بیرون از شهر مدینه چشم به راهی ساده‌اند و منتظرند تا پیامبر همراه با لشکری برای مباهله نزد آنان بیاید. لحظات انتظار سپری می شود. پیامبر از شهر مدینه خارج می شود در حالی که امام حسین را در آغوش گرفته و دست در دست حسن دارد. پشت سرش کسی نیست جز حضرت زهرا و امام علی علیه السلام. حالت تعجب همراه با نگرانی و ترس بر دل مسیحیان نجران می افتد. ابو حارثه با شرحبیل چنین می گوید: نگاه کن، او فقط دختر، داماد و دو نوه خود را به همراه آورده. همین نشان حقانیت است. به جای اینکه لشکری را برای مباهله بیاورد، تنها عزیزان و نزدیکان خود را آورده است. پیداست، آشکار است که به حقانیت دعوت خود اطمینان دارد، که عزیزترین کسانش را سپر بلا ساخته. دیروز محمد گفت که فرزندانمان، زنانمان و جانهایمان. پس علی از برای چه آمده است؟ علی از جان برای محمد عزیزتر است. در کتابهای قدیمی ما نام علی به عنوان وصی و جانشین او آمده است. ما به این مباهله تن نمی دهیم، چرا که عذاب خدا را برای خود حتمی می شماریم. مباهله اصل حتمی است،
چه بسا عذاب همه مسیحیان را در بر میگیرد. باری عذاب همه مسیحیان را در بر میگیرد. نباید به این مباهله صحیح نیست. فرزندان خیش را آورده است. تو چه میگویید؟ کم کم تشویش و ولوله میان دانشمندان مسیحی به راه می افتد. همه سعی بر این دارند تا اسقف اعظم را از انجام مباهله منصرف کنند. سرانجام اسقف اعظم رو به دانشمندان دیگر می کند و با دعوت آنها به سکوت چنین می گوید: من هم معتقدم که مباهله صلاح نیست. این پنج چهره نورانی که من میبینم اگر دست به دعا بردارند کوها را از زمین میکنند. در صورت وقوع مباهله شکست ما حتمی است. و چه بسا عذاب همه مسیحیان جهان را گرفتار خواهد کرد. سرانجام اسقف اعظم با حالت تضرع نزد پیامبر می رود. نزد پیامبر می رود و منصرف شدن خود را به پیامبر اعلام می کند. ما را از این مباهله معاف کنید. هر شرطی که داشته باشید قبول میکنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با کمال مهربانی انصراف آنان از انجام مباهله را میپذیرد و میپذیرد که با پرداخت جزیه از جان و مال آنان محافظت کند. کم کم خبر این مباهله به گوش مسیحیان نجران و دیگر مسیحیان میرسد و افراد حقیقت جو را به سمت مدینه پیامبر سوق میدهد. هرگاه کسی پس از اتمام حجت با تو به مجادله برخیزد، او را به مباهله دعوت کن. بگو بیایید، شما فرزندانتان را بیاورید و ما هم فرزندانمان. شما زنانتان را بیاورید و ما هم زنانمان. شما جانهایتان را بیاورید و ما هم جانهایمان. آنگاه با حالت تضرع به درگاه الهی لعنت خدا را بر دروغگو طلب کن. یا علی مدد.